برام مکه میگه اگه مستطیع شدی در طول عمرت یه مرتبه واجب میشه بری مکه، استطاعتم به مال و جان و راهه، پول داشته باشی، سلامتی داشته باشی، راه مکه هم باز باشی، اگر این ستا برات ایجاد شد در طول عمرت یه مرتبه واجب میشه بری مکه، نرفتی موقع مرگت، حدیث داریم میگن مت یهودی او نصرانی، یا بمیر به مرگ یهودی یا نصرانی. برای حج واجب بعضی ها میگن آقا ما دلمون میخواد بریم حج واجب، خونه شون رو میفروشن. میگه حق نداری بفروشی، خونت باید باشه، ماشین در شأنت باید باشه، از خورد و خوراک و نفقه زن و بچت حق نداری کم بذاری. در طول سال اگر سر سال مثلا فرض کن مکه الان 20 میلیونه، 20 میلیون پول داشتی میری ثبت نام میکنی میری مکه، اگر نداشتی حق نداری خونه در شأنت ماشین در شأنت رو بفروشی. اما برای سید الشهدا میگه پول نداری قرض کن برو کربلا. برای مکه میگه اگه امنیت نیست مستطیع نیستی لازم نیست بری مکه، اما برای کربلا میگن دست میزنن، میگه دست بده برو کربلا، پا میزنن پا بده برو کربلا، سلامتی نداری لازم نیست بری مکه، اما برای کربلا میگه مریضی برو. اصلا امام حسین به قول آیت الله بهاءالدین استثنای فقهه. شما نگاه کنید برای همین جوری تو دستت بزنی سرخ بشه فردا قیامت بعد جواب بدی، اما برای امام حسین میگه لاطمات الوجوه سافرات، لطمه بزن. برای امام حسین میگه خون جاری بشود شود. امام حسین اینه استثنای فقه، میگه کل جزاء مکروه الا الجزاء بالحسین. بابات مرد اگه جزع کنی کراحت داره، اما برای امام حسین میگه جزع کن، فزع کن، اویل کن، شهقه کن، پیراهن پاره کن، زنجیر بزن، گریه کن، ناله بزن، داد بزن. نسبت به امام حسین اجازه داده. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود و علا مثل الحسین فلتلتم الخدود و تشق الجیوب، برای مثل امام حسین باید لطمه زد و پیراهن پاره کرد. امام رضا فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا، روز امام حسین پلکای چشم ما رو زخم کرد، عزیز ما رو کربلا ذلیل کرد. فلذا خیلی سید الشهدا اصلا یه حالی است، امام حسین یه چیز دیگه است. برای زیارت امام حسین مرتبه اول رو هم مرحوم شیخ الر عاملی تو وسائل میگه زنها برای مرتبه اول اجازه شوهر نمیخوان برن کربلا، برای مرتبه اول. عجیبه کربلای امام حسین.